بیش از 230 نفر از سینماگران و کنشگران فرهنگی ایران در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با مردم به جان آمده از ظلم و خشونت و تبعیض خوزستان هشدار دادند که ادامه این وضعیت به نابودی ایران منجر خواهد شد. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه ای از روزنامه نگاران خواسته به سانسور رنج مردم تن ندهند. تظاهرات مردم خوزستان در اعتراض به بیابی و شعار علیه رهبر ایران دیشب برای ششمین شب متوالی ادامه داشته است. آتش گشودن نیروهای امنیتی به روی تظاهر کنندگان معترض که خواستهشان تأمین آب است باعث خشم عمومی در شبکه های اجتماعی و حمایت بیشتر از معترضان شده است. دست کم تا کنون دو نفر در تظاهرات در شهرهای مختلف خوزستان کشته شدند. هرچند منابع مختلف شمار کشته ها را بیش از این اعلام کرده و فعالان مدنی تصویر پنج جوان و نوجوان کشته شده را منتشر کردند. سینماگران و فعالان مدنی در بیانی کوتاه گفتند ما با هممیهنان میهنان خوزستانی به جان آمده از ظلم و خشونت و تبعیض هم بسته ایم. دو سالارانی که با قارتگری به محیط زیست و منابع و فرهنگ ایرانیان تاختند. آنها شایسته مسئولیت نیستند و تداوم این وضعیت موجب نابودی ایران خواهد شد. جعفر پناهی، مسعود کیمیایی، محمد رسولوف، محوش شیخ الاسلامی، محنوز محمدی، بهمن قبادی، مرتزا کیمنش، عبدالرزا کاهانی، نگار جواهریان، مهدوی کرامتی و علی مصفا از امضا کنندگان این بیانیه هستند. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای سرکوب اعتراضها و اعتصاب های مردم و به کارگیری گلوله و گاز اشکاور در خوزستان را محکوم کرده و از روزنامه نگاران مستقل، فعالان اجتماعی و مردم آزادی خواسته به سانسور تن ندهند و بیانگر رنجهای مردم و خواسته های برحق آنها باشند. مقامات جمهوری اسلامی متخصص تحریف حقیقت با واجه سازی هستند. وقتی نام سرکوبگران اعتراضات سوریه می شود، مدافع حرم و طرح محدود کردن حضور اجتماعی زنان تکریم خانواده نام میگیرد عجیب نیست که معاون فنی دیوان محاسبات به دزدی و اختلاس بگوید انحراف از اعتبارات و صورت وضعیت سوری معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات کشور در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما می گوید در بودجه تأمین منابع آب خوزستان بیش از 1500 میلیارد تومان تخلف شده است این یعنی رد این پول را که باید در جیب مسئولانی گرفت که حالا به بهانه امنیت و تمامیت ارزی دستور لشگرکشی به خوزستان را می دهند. خوزستان همان اندازه که برای مردمش جغرافیای رنج و فلاکت است برای اختلاسگران یک قلک عظیم برای رسیدن به نان و نواست. از هفت تپه تا دکلهای نفتی گم شده تا پول آب به رفته نشان می دهد. خوزستان ثروتمند است. اما فقط برای ذخایر نظام و پای صفر نشسته های انقلاب نشریه وابسته به معاونت سیاسی سپاه نوشت دولت اسلامی قرار نیست بر خطوط قرمز جامعه بی و یا به زور کسی را به بهشت ببرد اما قرار هم نیست که بهشت و جهنمی شدن جامعه برایش علصویه باشد حکومت اسلامی قرار است بستر را به نحوی فراهم آورد که بهش رفتن آسانتر از جهنم رفتن باشد. به واقع اگر خانواده ای قرار شد که تربیت فرزندش را به جامعه بسپارد رفتن به سمت سعادت و هدایت برای او آسانتر باشد. شرایطی که متاسفانه به برکت فراگیری و هامونی تفکر سکولار در طول سالیان اخیر شرایط عکس را رقم زده است. نشریه اخبار داخلی و روزانه سپاه در واکنش به گمان زنی ها در خصوص تشکیل کابینه ابراهیم رئیسی نوشت در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم نگرانی سکولارها از تحقق دولت اسلامی فزونی گرفته است. آنان تلاش دارند با رقیب حراسی تفکر انقلابی را به تنگ نظری، اقتدارگرایی و توتالیتاریسم دینی متهم کنند. در همین راستا عباس عبدی در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده از دولت مردان جدید خواسته تا خطوط قرمز جامعه را پرتعداد نکنند. و این نوشته است اشتباه فاهشین است که حکومت و ابزار قدرت آن را در خدمت ذهنیتی هدایتگرانه قرار دهیم. به عبارت دیگر، وظیفه حکومت ها هدایت مردم نیست. نه اینکه هدایت کردن کار بدی است، قطعا خوب است. ولی این کار در توان حکومت ها نیست. حکومت ها برای نظم امور جامعه به معنای کلی آن هستند. زیرا حکومت ها نمی توانند هادیان اندیشه و افکار مردم باشند. بلکه وظیفه آنها در تنظیم برخی رفتار خلاصه می شود. در نقد این اظهارات باید گفت دولت اسلامی قرار نیست بر خطوط قرمز جامعه بی و یا به زور کسی را به بهشت ببرد. اما قرار هم نیست که بهشت و جهنمی شدن جامعه برایش علاسویه باشد. حکومت اسلامی قرار است بستر را به نحوی فراهم آورد که بهشت رفتن آسانتر از جهنم رفتن باشد. در این الگو حکومت همانطور که وظیفه تأمین امنیت، عدالت، معیشت و غیره را بر عهده دارد، نمیتواند نسبت به تأمین سلامت روحی و معنوی جامعه بی تفاوت باشد. این حقیقتی است که هم در آموزه های اسلامی تاکید شده و هم در کلام امامین انقلاب برجسته گردید است. هرچند که جریان اصلاح طلب و امثال عباس عبدی سال هاست از این آموزه ها فاصله دارد سطح دقدقی یک مسئول نظامی فرمانده نیروی هوایی ارتش می گوید دشمن برای هجاب فرزندان ایران برنامه ریزی کرده است. سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه دشمن برای گرفتن افاف، هجاب و حیا از مردم ایران سرمایه گذاری و برنامه رزی کرده است، گفته دشمن برای رسیدن به این هدف فضای مجازی جذاب و رایگان همراه با جلوه های بسیار زیبا در اختیار فرزندان ما قرار داده است تا جوانان ما حیای خود را از دست بدهند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.